اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن وأهلك أعداءهم وقتلتهم وظالميهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و همراهان همیشگی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. امیدوارم در هر کجا که هستید در سلامت و عافیت باشید. افتخار دارم امروز هم با برنامه معراج در خدمت شما سروران باشم از سرزمین مقدس کربلا و استدیوی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. همونطور که احتمالاً از شبکه‌های اجتماعی و آنچه خدمت شما عزیزان اطلاع داده شد مطلع شده باشید، از امروز بنا داریم به حول و قوه الهی با توجه به اینکه عید قدیر، عید ولایت و امامت رو در پیش رو داریم در ماه ذی‌الحجه، از امروز بحث جدیدی رو آغاز خواهیم کرد به حول و قوه الهی و به عنایت آقا امام زمان علیه السلام تا این واقعه مهم رو از زوایای مختلف بررسی کنیم، اقوال معصومین علیهم السلام، احتجاجات اونها و همچنین در مقابل اقوال مخالفین رو هم زیر ذره بین قرار بدیم تا واقعیت و حقیقت این موضوع بیشتر برای شیعیان مولا روشن بشه و امید داریم انشاءالله بتونیم چکیده ای از خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که شامل معارف بلندی در ساحت توحید، نبوت، امامت و ولایت، مهدویت و تبری و تولی هست رو انشاءالله تقدیم شما کنیم. این بحث انشاءالله به زحمت و با لطف کارشناس محترم برنامه حاجی بهره‌مند که همیشه از بیانات ایشون استفاده میکنیم تقدیم شما خواهد شد. بنده هم انجام وظیفه میکنم و خدمتشون عرض سلام و ادب دارم تا انشاءالله در خدمتشون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون و متشکر محضر همه بینندگان محترم و عزیز. سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم به برکت نام مقدس مولا امیر المؤمنین علیه السلام همه عزیزان مورد لطف حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشن و خدای عز و جل از همه شیعیان اهل البیت در سراسر عالم ناراحتی و گرفتاری را انشاءالله برطرف فرماید. الهی امین. انشاءالله شما عزیزان هم همونطوری که با این بحث ما همراه هستید، چنانچه سوالات و شبهاتی مد نظرتون بود میتونید اونها رو از طریق شماره های برنامه با ما در میان بگذارید تا انشاءالله پاسخ اونها رو هم دریافت کنید. حدیثی رو تقدیم شما سروران میکنیم، با استدیو برمیگردیم و انشاءالله پای صحبت های جناب بهره‌مند خواهیم نشست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. برای پی بردن به اسرار با اهمیت روز قدیر ناچاریم ابتداعا مقدمه ای را محضر بینندگان عزیز تقدیم کنیم. اولا ببینیم اصلا خدای عز و جل هدف از خلقت انسان را چه قرار داده؟ برای چی خدای تبارک و تعالی انسان را آفریده؟ خدا که محتاج نیست، ذاتاً غنیه، ذاتاً صمده. علت اینکه
انسان را آفریده و این همه امکانات بی حد و فراوانی در اختیارش قرار داده، سبب این خلقت، علت آن، رمز آن چیه؟ وقتی به عقل و همچنین به آیات شریفه قرآن و روایات معصومین علیه السلام وقتی مراجعه کنیم، میبینیم هدف از خلقت به خود انسان برمیگرده. یعنی فایده عظیمی دارد این خلقت که فایدهش به خدا بر نمیگرده، خدا نیاز نداره، بی نیاز مطلقه، فایدهش عاید خود انسان میشود. خلاصه اون فایده و اون غرض از خلقت، رسوندن انسان به سعادت ابدی. انسان برای سعادت آفریده شده، خدا مهربانه، از شدت مهربانیش انسان را آفریده، از شدت مهربانیش امکانات بسیار فراوانی در اختیار انسان قرار داده. درباره خلقت انسان قرآن کریم می فرماید ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بهترین امکانات را در اختیار انسان خدای عز و جل قرار داده و این انسان را بر سایر مخلوقات برتری داده است تا برسد این انسان به مقام سعادت ابدی. سعادت ابدی یک لفظیه اما زیرش معنای بسیار وسیعیه. سعادت ابدی روایات ما می‌فرماید بقاء بلا فناء، میرسد انسان به بقای بدون نابودی. باقی خواهد بود، انسانی که به سعادت رسیده باقی خواهد بود در عالم وجود به بقای خدای تبارک و تعالی. دیگه برای او هلاکت معنا نداره، برای او فانی شدن معنا نداره، تا ابد مورد لطف خداست، تا ابد مورد عنایت خدای عز و جل قرار می گیرد. سعادت ابدی یعنی غنای بدون فقر. همه چی خدای عز و جل در اختیار این انسان به سعادت رسیده قرار میده، دیگه هیچ نیازی برای او نخواهد بود، همه چی برای او فراهمه، همه چی برای او مهیاست. لهم ما یشاؤون، اون چرا که مشیت انسان و اراده انسان بهش تعلق بگیرد، همون براش حاصل میشد آنن، همون براش موجود میشد آنن. عز بلا ذل، سعادت ابدی یعنی یک عزت دائمی، یک عزت همیشگی بدون هیچ خاری، بدون هیچ ذلتی، وصف می شود به عزت خدای تبارک و تعالی، این انسانی که به سعادت رسیده. علم بلا جهل، چیزی برای او دیگه پنهان نیست، چیزی دیگه برای او مخفی نیست، همه چی را به نور خدای عز و جل خواهد دید و از همه چی با خبر خواهد شد. اما چگونه انسان به این سعادت ابدی نائل بشه؟ سعادت ابدی برای انسان پیدا نمی شود الا به طاعت، الا به بندگی، الا به عبادت خدای عز و جل. اذا می فرماید ما خلقت الجن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، به عبادت و بندگی و اطاعت از
فرامین خدای عز و جل، اطاعت از احکام الهی، این اطاعت انسان را به اون سعادت ابدی قطعا نائل می کند. حالا ببینیم از کی باید اطاعت کرد. آیه شریفه است در قرآن مجید، در سوره مبارکه نساء آیه 59 می فرماید از 3 نفر شما باید اطاعت کنید، که نتیجه این اطاعت از این 3 نفر نتیجهش همون فلاحه، همون رستگاریه، همون سعادت ابدی است، همون سعادت ابدی که 4 بخش داشت که عرض کردیم: بقا اون بلا فنا، عز بلا ذل، علم بلا جهل، غنا بلا فقر. این حاصل میشد به برکت اطاعت از این 3 نفر. اولا آیه شریفه اهل ایمان را مورد خطاب قرار میده، میفرماد یا ایها الذین آمنو، کسانی که باور دارید خدا را، کسانی که یقین دارید به خدا و قیامت، کسانی که باور کردید حقانیت رسول خدا را، باور کردید حقانیت 14 معصوم علیهم السلام را. اولا اطیع الله، از الله اطاعت کنید. الله همون ذات پاک مقدسیه که شما را آفریده، نسبت به شما مهربانه، نسبت به انسان محبت داره، چون خالق انسانه. از این خدایی که شما را آفریده است و احکامش احکام بر اساس مصلحت و هر حکمی که کرده است، این حکم مصلحتش عاید انسان می شود، باید از این خدا اطاعت کنید، که این اطاعت نتیجهش بازگشتش به خود انسانه. ثانیاً می فرماید و اطیع الرسول، اطاعت کنید از اون کسی که فرستاده اللهه، از طرف خدای عز و جل فرستاده شده برای دستگیری از بشر و برای اینکه بشر را هدایت کند به سوی خدای تبارک و تعالی، هدایت کند بشر را به سوی احکام الهی، هدایت کند انسان را به سوی خیر، به سوی سعادت ابدی. رسولی که از روی هوای نفس سخن نمیگه، اونچه که به زبان میاره همون گفته های الله سبحانه و تعالی است. از این رسول الله هم باید شما اطاعت بکنید تا نتیجه اطاعت شما رسیدن به اون فلاح و رستگاری و سعادت ابدی. سوم میفرماید و اول الامر منکم، اطاعت کنید به کسانی که صاحبان اختیار شما هستند. امر شما ها به دست اونهاست. اولو الامر جمعن، عده هستند، مقامشون نزد پروردگار متعال اینه که صاحب الامرن، امر به دست آنان است، امر بشر به دست آنان است، تکلیف بشر به دست آنان است، سعادت بشر به دست آنان است. به طور کلی اختیار بشر کلن به دست آنان است. اول الامر، از اول الامر باید اطاعت کرد. حالا این اول الامر که اطاعتشون همچون اطاعت رسول الله و اطاعتشون همچون اطاعت از خدای تبارک و تعالی است، این اول الامر کیا هستند؟ مسئله غدیر. غدیر یعنی معرفی کردن اول الامری که اطاعتشون بر جن و انس و ملک واجب است. خدا واجب کرده اطاعت اول الامر را بر همه کائنات، بر همه موجودات. کیا هستند این اول الامر؟ باید رجوع کنیم به روایات. جناب جابر جعفی
که از اصحاب حضرت امام باقر علیه السلام و از اصحاب سر حضرت آقا امام باقر سلام الله علیه یک سری اسرار را که برای کسانی نمی گفتن اینها را در اختیار جناب جابر جعفی قرار می دادن. جابر نقل می کند این حدیث را از یک جابر دیگری، از جابر ابن عبدالله انصاری، همون کسی که حدیث کسا را از حضرت زهرا علیه السلام شنیده است و برای ما نقل کرده. جابر انصاری میگه وقتی این آیه شریف نازل شد، یعنی آیه 59 سوره مبارکه نساء وقتی نازل شد، رفتم خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تا این اولی الامر رو برای من مصداقش رو برای من بیان کنن، چون عالم به قرآن کریم و راسخ در علم به قرآن کریم وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله، چون پیغمبر اکرم قلب مبارکشون ظرف نزول قرآن مجیده، بنابراین آگاه از قرآن، محکمات آیات قرآن را میداند، متشابهات قرآن را هم میداند، مبین مراد و مقصود از آیات کریمه قرآن پیغمبر اکرمه، همینطوری که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله تعداد رکعات نماز را برای ما بیان کردند، با وجودی که در قرآن مجید ذکر از تعداد رکعات ذکر ازش نشده. الان همه مسلمان ها شیعه و غیر شیعه در عدد رکعات نماز اختلاف ندارن، همشون متحد هستن در اینکه نماز صبح 2 رکعته، نماز مغرب 3 رکعته، نماز عشاء 4 رکعته. این اتحاد بین همه مسلمین در عدد رکعات نماز برای چیه؟ برای اینکه مسلمان ها رفتن سراغ پیغمبر اکرم، نرفتن سراغ دیگران، رفتن سراغ پیغمبر اکرم و از پیغمبر اکرم سوال کردن حالا که بناس ما نماز بخونیم عدد رکعات نماز چقدره؟ چجوری اصلا باید نماز بخونیم؟ چون بنا گذاشتن مسلمان ها در خصوص نماز و احکام نماز از پیغمبر اکرم حرف شنوی داشته باشن، تفرقه و جدایی از بینشون در این جهت برطرف شد، اختلاف بینشون نیست. عدد اشواط طواف را پیغمبر اکرم تعیین کرده، میبینیم شیعه و غیر شیعه هنگام طواف 7 مرتبه دور خونه خدا طواف انجام میدن، هیچ اختلافی در این جهت نیست. ما طایفه مثلا از مسلمین نداریم که 5 مرتبه دور خونه خدا بچرخه یا 10 مرتبه بچرخه، نه، همشون شیعیان و غیر شیعیان عدد طواف را 7 میدونن. این عدم اختلاف و این اتحاد برای اینه که بنا گذاشتن حرف پیغمبر اکرم را در این جهت گوش بدن. خب اولی الامر هم باید بریم خدمت رسول الله که یا رسول الله این اولی الامر چه کسانی هستند. جابر میدونست حلال این مشکل آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لذا ما باید از جابر یاد بگیریم. خدمت رسول الله عرض کرد یا رسول الله این آیه از 2 بخش تشکیل شده، یک بخش آن مفهوم و منظور خدای عز و جل ازش معلومه، مقصود خدا مشخصه، اطیع الله و اطیع الرسول، ما هم خدا را شناخته ایم در حد وسعمون، هم رسول خدا را شناخته ایم، بنابراین هم بنا گذاشتیم از خدا اطاعت کنیم هم از رسول خدا اطاعت کنیم، لکن اولی الامر برای ما مشخص نیست، این اولی الامر را برای ما مشخص کنیم. عرض کرد
یا رسول الله عرفنا الله و رسوله، خدا را و رسول خدا را شناختیم، چشم اطاعتش رو نمی کنیم، مخالفت از خدا نمی کنیم، مخالفت فرمان رسول نمی کنیم. اما یا رسول الله فمن اولو الامر، اولو الامر کیان؟ الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک، که خدای عزوجل در این آیه همراه کرده، قرین کرده، برابر قرار داده اطاعت از اونها رو به اطاعت شما. یعنی اگر شما این آیه رو ملاحظه کنید میبینید کلمه اطیعو دو مرتبه تکرار شده و بین رسول و اولی الامر دیگه کلمه اطیعو ذکر نشده، فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، بعد نفرمود و اطیعوا اولی الامر، اطیعوا الرسول و اولی الامر، یعنی اطاعت از اولی الامر همون اطاعت از رسول. اینا کیان که اینقدر چسبیده به رسول خدا هستن و از رسول خدا جدا نیستن و اطاعتشون نفس اطاعت از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر اکرم در جواب جابر که جواب همه مسلمانانه و این ندای غدیره و غدیر این مطلب رو فریاد میزنه، فرمودن هم خلفای این اولی الامر، خلیفه های من هستند، یعنی جانشینان من هستند. خب جانشین رسول الله رو کی باید تعیین کنه؟ خود رسول الله در قید حیاتن، خودشون زندن، ما نمیتونیم برای رسول الله خلیفه تعیین کنیم. مردم جمع بشن برای رسول الله که خودش زنده است خلیفه تعیین کنن، این صحیح نیست. خود رسول الله مکرر جانشینان خودشون را مکرر تعیین کردن. بارز این تعیین روز غدیره، پس روز غدیر روز تعیین خلفا، روز مشخص کردن اولو الامر نزد خدای تبارک و تعالی. هم خلفای یا جابر، جانشینان من هستن اینها. و ائمه المسلمین، اینا امامان و پیشوایان مسلمان ها هستند بعد از رسول الله. یعنی آقا رسول الله دینی آورده است برای مسلمانان که این دین دین کاملیه و کمالش بین است که بعد از رسول الله دین تعطیل نمیشه، دین ادامه داره. ادامه دین و بقای دین به وجود امامان منتخب از ناحیه خدای تبارک و تعالی. این یکی از اسرار غدیره. غدیر برای تعیین ائمه مسلمین که اطاعتشون عین اطاعت رسول الله و عین اطاعت از خدای تبارک و تعالی. بنابراین مسئله غدیر یک مسئله تاریخی نیست، مسئله دینیه، مسئله اعتقادیه که ام الاعتقادات، اساس همه عقاید حقه، مسئله امامت و مسئله ولایت. حالا امامان مسلمین را یک یک آقا رسول الله در این حدیث شریف بیان میکنند. اگر حدیث حضرت به اینجا تمام میشد میفرمودند بله اولو الامر خلفای من هستند و امامان مسلمینن و دیگه چیزی نمیگفتند، این اسرار غدیر برای ما روشن نمیشد. باز مسلمان ها بینشون نزاع میشد، اختلاف میشد، بین مسلمین تفرقه میشد. حضرت برای اینکه ریشه تفرقه را از بین ببرن و بین همه مسلمان ها اتحاد ایجاد بشود، یک یک اولی الامر را نامشون را ذکر کردن تا معلوم بشه تا قیام قیامت کسانی که امر الهی در اختیارشونه و کسانی که صاحب اختیار مطلق هستن از جانب خدای عزوجل اینا کیا هستن. فرمودن اولهم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، ثم الحسن علیه السلام، حسنی که فرزند علی ابن
أبي طالب، ثم الحسين عليه السلام، حسين كفرزند علي بن أبي طالب، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي كفرمودن محمد بن علي معروف است در كتاب تورات، كتاب توراتي كبر حضرت موسى عليه السلام نازل شده، در اونجا معروف است محمد ابن علی به باقر. باقر یعنی کسی که شکافنده همه علوم و شکافنده همه دانش ها. علم بشر اگر علم بخواهد، اگر دانش بخواهد، علم واقعی و حقیقی بخواهد، باید برد در خانه حضرت آقا محمد ابن علی الباقر علیه السلام. حضرت اینجا به جناب جابر فرمودن، آقا رسول الله فرمودن جابر تو عمرت طولانی خواهد بود، فرزندم محمد ابن علی الباقر را میبینی، درک میکنی زمانش را، و سلام مرا خدمتش ابلاغ کن. این یکی از اخبار غیبیه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و همینطور هم شد. عمر جناب جابر انصاری عمر طولانی بود و رسید محضر امام باقر علیه السلام و سلام رسول الله را خدمت حضرت باقر علیه السلام ابلاغ کرد. انشاءالله ادامه حدیث باشد برای جلسه آینده. انشاءالله. سلام و درود خداوند بر محمد و آل محمد، صلوات الله علیهم اجمعین، و خداوند بزرگ رو، خداوند متعال رو شاکریم بابت این نعمت بزرگ ولایت اهل البیت علیهم الصلاة والسلام. میان برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و انشاءالله به استدیو برمیگردیم و پاسخگوی سوالاتتون خواهیم بود. عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه شما عزیزان و همراهان حسینی. اولین سوالی که بینندگان محترم مطرح کردن هست که پرسیدن چه کارهایی باعث می شود که انسان فقیر گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی است از مولا آقا امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، می فرماید چند تا کار که اگر انجام بگیره نتیجهش فقر و تنگ دستیه. انسان باید از این کارها پرهیز کنه. بعضیاش مکروهه، نباید انجام بگیره، و بعضیاش اصلا انجامش کلا حرامه. اینا محرمات و مکروهاتی که تو زندگی نباید باشه، چون اگر تو زندگی آمد انسان را تنگ دست و انسان را فقیر میکنه.
بعضیاش عقلیه، عقل انسان بهش میرسه، و بعضیاش نه، امریش حقیقی ولو انسان قادر به درکش نیست. مثلا میفرماد، مولا میفرماید رها کردن تارهای عنکبوت در منزل. اگر در منزل مسکونی انسان تارهای عنکبوت باشد و انسان سعی نکنه اینها را برطرف بکنه، این موجب فقر و تنگ دستیه. در حمام که جای تمیز کردن خودش انسان ادرار کنه، ادرار کردن در حمام، این باعث فقر و تنگ دستیه. خدمتون عارضم، خوردن در حال جنابت، کسی که جنوب هست و غسل نکرده چیزی بخوره، این باعث فقرش میشه، الا اینکه مثلا وضو بگیره یا برد غسل کنه که این حالت ازش برطرف بشه. رها کردن آشغال و زباله در داخل منزل، مخصوصا هنگام شب. اگر آشغالی هست، زباله‌ای هست، انسان باید اون را از منزل ببرد بیرون. در منزل زباله را شب نگهداری نکنه و الا موجب فقر انسان میشه. قسم دروغ خوردن، قسم خودش مکروهه، قسم دروغ اصلا حرامه. اثر وضعی قسم دروغ تنگ دستی انسان و باعث فقیر شدن این انسان میشه. انجام، خدای نکرده، انجام عمل زنا و فحشا، اثرش آن، اثرش غیر از عذاب دردناک الهی در آخرت، اثر وضعیش در دنیا موجب فقر و تنگ دستیه. حرص و طمع در زندگی، اگر آدم حریص باشه، طماع باشه در زندگی، این حرص و طمع باعث فقر و تنگ دستی انسان میشه. در ادامه روایت مولا میفرماید عادت کردن به دروغ، به دروغ گویی، زبان انسان عادت کنه به گفتن دروغ، این از موجبات فقر و از موجبات تنگ دستیه. به موسیقی زیاد گوش دادن غیر از عذاب باعث فقر و تنگ دستی انسانه. و مورد دیگر مولا می فرماید رد کردن فقیر در شب. مردی آمده فقیر تنگ دسته در خونه انسان و انسان هم می تواند کمکش کنه، اما اعتنا نمی کنیم و او را رها رد می کنیم، دست رد به سینهش می زنیم، او را ناامید و مایوس بکنیم، این باعث فقر و تنگ دستیه انسان و گاهی فقرها منجر میشد به فقر و تنگ دستی حتی فرزندان انسان، و این منتقل میشد حتی به نسل انسان. بله. دیگر سوالی که پرسی شده این هست که شخصی درخت میوه‌داری دارد و بعضی از شاخه های این درخت در خانه همسایه است، آیا همسایه میتواند بدون رضایت صاحب درخت از میوه این درخت استفاده کند؟ نه، حق چنین استفاده ای ندارد الا اینکه صاحب اون درخت اجازه بده. این میتوند به صاحب درخت بگه این شاخه های درخت را از روی دیوار ما بردار، یا قطعش کن، اینو میتوند بهش بگه. اما اگر بهش گفت و او اعتنا نکرد، توجه نکرد، این میتوند، البته به اذن حاکم شهر، میتوند از میوه های این درخت استفاده کنه. چرا؟ چون به صاحب درخت گفته شد که بردار شاخه های خودت را، اما این کارا نکرد. در این صورت به اذن حاکم شهر میتوند صاحب اون منزل از میوه های درخت همسایش استفاده کنه. بله. پرسیده شده که به خاطر مهمانداری و یا آرام کردن بچه شیرخواره، آیا می توانم نمازم را به آخر وقت به تأخیر بیاندازم؟ تأخیر نماز که باعث قضای نماز بشه، این حرامه، این جایز نیست، و کلن انسان باید سعی کند که نماز خودش را در اول وقت بخونه و هیچی نباید مانع خوندن نماز در اول وقت بشه، که روایات ما می فرماید اول الوقت
رضوان الله و آخر الوقت غفران الله. اگر کسی نمازش را اول وقت بخونه رضوان الهی شامل حالش میشه و رضوان من الله اکبر، اما آخر وقت موجب مغفرت انسان میشه و رضوان از مغفرت ارزشش بیشتره. یا روایات دیگر میفرماید ارزش نماز اول وقت مثل ارزش وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به سایر انبیاء. یا روایت دیگری میفرماید مثل فضیلت خورشید نسبت به سایر ستارگان. خوندن نماز اول وقت در مقایسه با نماز آخر وقت، بنابراین انسان نباید فضیلت نماز اول وقت رو از دست بده. بله. سوال دیگر این هست که آیا به هدیه و جایزه خمس تعلق میگیرد؟ هدیه و جایزه اگر مصرف بشه قبل از اینکه سال روش بگرده، این طبق فتوای حضرت آیت الله شیرازیه، هدیه به انسان بدن و انسان هدیه رو مصرف کنه، هنوز سال نیامده، خب هیچ مصرفش کرد. اما اگر هدیه یا جایزه مصرف نشد، سر سال موند اون هدیه یا اون جایزه، اینجا باید خمسش حتما داده بشه. بله. پرسیدند که در چه صورت شخص جنوب می شود؟ جنابت دو تا سبب داره. یا سبب اولش احتلام محتلم بشه، یعنی منی از انسان خارج بشه، خواب بوده، در خواب باعث شد که منی ازش خارج بشه، خب این شخص جنوب بعدش باید غسل کنه. سبب دیگرش نزدیکی مقاربت، وقتی نزدیکی حاصل شد ولو شخص انزال نشه، همین که دخول انجام گرفت، این موجب چیه؟ موجب جنابته و باعث میشه که انسان به خاطر این جنابت غسل کنه. بله. نماز شکر چگونه است؟ یکی از بینندگان محترم پرسیدن. نماز شکر این نماز واجبی نیست، نماز مستحبیه. دو رکعته؟ بله، دو رکعته. رکعت اول بعد از حمد سوره قل هو الله احد را بخونه و در رکعت دوم بعد از حمد سوره قل یا ایها الکافرون را انسان بخونه، به عنوان شکر از خدای عز و جل به ازای اون نعمتی که خداوند بهش مرحمت کرده، و شکر نعمت باعث زیاد شدن نعمت الهی میشه. بسیار ممنون و متشکرم از پاسخهای شما و تشکر میکنم از همه شما عزیزان که امروز هم با ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. یا علی مدد، خدایا رو نگه دارتون.